سلام بچه ها، حالتون چطور؟ به نایت فکر راد خیلی خوش اومدید و من راد هستم و شما در حال تماشای نایت فکر. توی این ویدیو قصد ندارم بهتون هیرو رو یاد بدم و این برای کسایی که دو تا دو رو بلدن، حالا یا مدت هاست دارن بازی میکنن یا شناخت کلی نسبت به بازی دارن و نیاز ندارن من بیام هیروهای بازی رو دونه بدونه براشون معرفی بکنم. و قراره بپردازیم به پچ جدید 7.36 بازی که جدیدن اومد. بینو موسی دلغک به جای اینکه بگن یه تغییراتی تو بازی بدن، زدن بازی رو ترکوندن، از نو همه هیروها رو انگولک کردن. یعنی اومدن رسما شاشیدن توی یه سری از هیرو. قبل از اینکه بخوام شروع کنیم، باید بهتون بگم که اکت 2 کرانفال هم اومده و هم میتونید بیاید کلی آیتم بگیرید. اسکین جدید دراگون نایت اومده با یه سری خوزه اول دیگه که شما از شانس ندارید درشو بیارید. قبل از اینکه بپردازم به پس، باید بهتون بگم مرسی که دارید ویدیو رو تماشا میکنید. ممنون میشم اگر چنل رو سابسکرایب بکنید اگر نکردید و ممنون میشم ویدیو رو لایک بکنید و بهتون پیشنهاد میکنم ویدیو رو تا ته ببینید، چون من که میدونم کونتون گشاده نمیرید پچ نوتو بخونید. از اون برم فرق نداره تو چه سطحی بازی میکنید، باید شناخت کلی نسبت به بازی داشته باشید. و اون شغلایی هم که نمیان دنبال گاید بگردن، نمیان همچین ویدیوهایی رو نگاه بکنن، خب یه سری چیزا رو راجع به بازی نمیدونن که میتونید نسبت بهشون ادوانتج پیدا کنید و بازی رو ببرید. چقدر خفن تبلیغ خودمو کردم، دیدی؟ اول بریم سراغ تغییرات آیتم های بازی. اولین آیتمی که تغییر کرده روشن بنره. روشن وقتی میکشید دفعه دوم یه بنری ول میده. اون قبلا اون بنره رو میکاشتیم یونیتامون قوی میشد. الان کلن عوض شده. اولا رادیوسش از 750 تا شده 600 تا و یه سری تغییرات جزئی دیگه کرده، ولی مهمترین اتفاقی که واسش افتاده دیگه گلوبال کست رنج نیست و رفته شده 1200 تا کست رنجش و دیگه قسمت خفنش اینجوریه که دیگه از اون لاینتون هر کلیپی که رد بشه باف نمیشه. اینو جای میکارید که یونیتاتون اونجا هستن و اونا دمیج نمیخورن و انمی واسه این که بخواد جلوی یونیتای شما رو بگیره یا باید وای بسته که از توی اون بنر در بیان یا باید بنر رو بزنه. تغییرات دیگه آیتما رو براتون میخونم خیلی سریع. دراگون لنس دیگه نمیتونید آیتماشو از هم جدا بکنید. رسپی اترنال شراد زیاد شده. یه سری باگ تو اورکید بلاتون فیکس شده. ملستورم دمیجش از 120 تا شده 110 تا اون بیرو چن لایتی که میزد. اوکترین هم اچ پی مانایی که بهتون میداد 75 تا کم شده. یه سری تغییر هم داشتیم توی سنگ و یاشا و کایا. اولین تغییر قیمتشه که هر کدومشون از 2000 تا شده 2100 تا. سنگ دیگه بهتون 16% استاتوس رزیستنس رو نمیده و به جاش بهتون 20% اسلو رزیستنس میده. یاشا و کایا هم تغییراتشون فقط قیمتی بوده. هم به جای 16% استاتوس رزیستنس بهتون 20% اسلو رزیستنس میده. مانتا استایل هم 100 تا گرون شده. هیچ فرقی هم واسه متال هامر نداره. مهمترین تغییر بازی توی آیتم سنگن یاشا و یاشان کایا و کایان سنج. سنج علاوه بر این که مثل قبل 25% استاتوس رزیستنس رو میداده، حالا 25% اسلو رزیستنس هم میده و یاشان کایا حالا بهتون 25% کست اسپید بونس میده. یعنی اگه قراره یه چیزی رو کست بکنید، حالا 25% سریع‌تر کست میشه واسهتون. این واسه هیروی کستر خیلی چیز خفنیه. کایا و سنج دیگه 25% استاتوس رزیستنس رو نمیده و به جاش 25% اسلو رزیستنس میده. و مهمترین نکتهش اینجاست که حالا بهتون 25% مانا کاست مانا لاس میده. یعنی 25% ابیلیتیاتون کمتر مانا مصرف میکنن. این خبر بسیار مسرت بخشیه واسه استورم اسپیریت بازها. هولان ویند واکر هم از 13 ثانیه شده 16 ثانیه. تغییر خاصی تو آیتم دیگه ای نداشته، این فقط یه دونه یارو اوگرسیل موقعی که یوزش میکنید و دوبار هیروتون جاب میزنه یه ذره تو انیمیشنش تغییر دادن. نرینید نوآوریا. حالا میخوایم بریم سراغ هیروهای بازی. من شروع میکنم هیروها رو از A تا Z براتون توضیح میدم. نکته اول اینه که بچه‌ها به هر هیرو یه پسیو اضافه شده که میتونید بغل ردیف تالنتاتون ببینید و دو تا ابیلیتی هم اینجا و اینجا میتونید ببینید که این دو تا ابیلیتی رو شما موقعی که هیروتون رو پیک کردید تو استراتژی تام، وقتی هیروتون رو پیک کردید اونجا میتونید انتخاب کنید که کدوم یکی از این دو تا توانایی روی هیروتون باشه و در نهایت همه هیرو هم که این پسیو رو از لول 1 دارن. پسیو آبادان میگه که ایشون کلن به طور کلی 10% زودتر رسپان میشه. خوراک فیدراست، برید هی بمیرید هی رسپان بشید. ابیلیتی اول انتخابیش میگه که اگر دورور آبادان یونیتی بمیره کولدان ریداکشن بهش میده، کولدان ابیلیتیاشو کم میکنه. دومی مفتیک شراد میگه که آقا وقتی دمیج میخوره دمیج بک میزنه و مقدار دمیج بیشتری رو اون شیلدتون دریافت میکنه. هیروی بعدی الکمیسته که بهتون میگه آقا اگر قرار باشه گوی رو بخورید که بهتون گولد بده، اون گوه بهتون گولد بیشتری میده. حالا چه رون وردارید، چه کریپ بکشید، چه هیرو بزنید. اولین انتخابش هم اینه که بازی رو با 250 تا گولد شروع بکنه و دومش هم میگه وقتی آلتی بکنید آقا نیم شاردتون و ابیلیتی دوتون زودتر ریشارژ میشن. بچا ببخشید که همه هیرو رو نمیرم تو دمو هیرو بهتون نشون بدم، فقط اونایی که باحالن رو میریم با هم ببینیم. برای AA اول پسیوشه که میگه ابیلیتیاتون یه چیزی میندازه
رو انمی که هم اسلوشون میکنه هم استرنجشون رو کم میکنه. انتخاباش هم اینطوریه که سمت چپی وقتی ابیلیتی بزنید استرنج انمی رو کم میکنه، دومی هم میگه که رو هر کس ابیلیتی یکتون رو بزنید اون پسیوتون روش فعال میشه. اینطوری خیلی فرق خاصی نکرده. آنتی میج اومدن ریدن توش. اینطوری شده که اون شیلش بود که به خودتون میدادید و اگر ابیلیتی بهتون میخورد برمیگشت، یا اگر آقا نیم شارت می آوردید روی الهی رو میتونست شیل رو بندازید و اگر اون ابیلیتی میخورد برمیگشت. دیگه بر نمیگردونه، فقط صرفا ابیلیتی رو بلاک میکنه. حالا اگر میخواد این ابیلیتی رو برگردونه، باید با انتخاب سمت چپی شروع کنید بازی رو. ولی متاسفانه انتخاب سمت راستی خیلی انتخاب خفنیه و میگه اگر انمی که دارید بهش دمج میزنید ماناش کم باشه، خیلی دمجتون بیشتر میشه. پسیوتون هم رسما همون ابیلیتی یکتونه که مانا برن میکنه، انمی رو اتک بزنید ماناشون رو میکشه. آرک واردن میگه که اگر از رونهای بازی اونها هستش که توی مید لین پالا و پایینش رسپان میشه چیزی رو یوز بکنید، حالا هر چیزی، مثلا اینویز رو یوز بکنید، بهتون برای 4 ثانیه ریجنریشن رون هم میده. نمیدونم چرا اساس کردن این ابیلیتی به درد آرک واردن میخوره. انتخاب سمت چپیتون میگه که خودتون و اون دابلتون ابیلیتی خودتون رو دارید، و انتخاب سمت راست میگه ابیلیتی هاتون سواب شده. آها، عجز باحال شده. اول اینطوری شده که میگه اگر عجز کسی رو بکشه بهش همیشه یه دونه پرمننت آرمور میده. حالا اگر با آلتیتون کسی رو بکشید بهتون دوتا پرمننت آرمور. یعنی اگر رفتی توی بازی دیدید یه تپ هیرو یه کریه بزنه اتکی وجود دارن، اگز رو پیک کنید اشغال. ابیلیتی سمت چپتون میگه اگر تنها باشید و تیم خودی کنارتون نباشه، نسبت به آرمورتون استرنج میگیرید. استرنث. الان محیط فوش میگه استرنث. و ابیلیتی سمت راستیتون میگه که اگر انمی رو تانت بکنید با ابیلیتی کیوتون، انمی اتک سپید میگیره که سریعتر دمتون سرویس کنه. انتخاب خیلی حساسی. اگر کسایی دارید که تو انمی از این توانایی های آرمور بریک، آرمور منفی و اینا دارن، یه ذره انتخاب ریسکی. پسیو بین میگه که شما هر گوی میخوای بخوری بخور، هر آیتمی میخوای بیاری بیار، و مهم نیست چه استاتی رو آوردی، اگیلیتی آوردی، اینتلیجنس آوردی یا استرنت. من به طور مساوی اینا رو تقسیم میکنم با هم دیگه. یعنی اگر بری 90 تا واسه من اگیلیتی بیاری، 30 تا اینتلیجنس میده، 30 تا استرنج میده، 30 تا اگیلیتی. ابیلیتی سمت چپیتون میگه اگر رو کسی ابیلیتی سر رو انداخته باشید، نسبت بهش اتک اسپید میگیرید. و ابیلیتی سمت راستتون که به نظر من خیلی خفن شده، میگه اگر رو کسی سه بندازید، تو مسیر حرکتی که بین میخواد شروع میکنه حرکت کردن. خیلی خفنه. یارو میبری زیر تابر، یارو میبری تو فانتین. خیلی خفنه. بات رایدر میگه که هر کس دمیج بزنید 15% دمیجتون رو به صورت و دمیج اوور تایم میخوره تو 2 ثانیه. ابیلیتی سمت چپتون میگه اگر انمی رو انگولک کنید، هول بدید، جابجا کنید، بالا پایینش کنید، هر گویی که حالا میخواد باش بخورید، بتون اسپل امپلیفیکیشن و موومنت اسپید بده. یعنی میاد روی حریف آلتی میکنید، ورش میدارید، میبرید تا تو بیس. و انتخاب سمت راستیتون هم یه حالت پوشریه که میگه که ابیلیتی یکتون به استراکچر هم تاور هم دمیج میزنه. برای بیس مستر به طور خلاصه میگه به یونیتایی که دارید کنترل میکنید اتک اسپید میده. ابیلیتی سمت چپتون میگه اگر کنار یونیتایی که کنترلشون کردید باشید بهتون اتک اسپید میده. انتخاب سمت راستیتون هم میگه فقط به خودش امپلیفیکیشن میده، یعنی هم دمیجش بیشتر میشه هم سریعتر میزنه از اینجور دریایی. پسیو بلادسیکر میگه اگر کسی رو بکشید یه چوسه بهتون اچمی میده. انتخاب سمت چپش یکی از خفن ترین چیزایی که تو بازی دیدم. میگه اگر رو کسی آلتی بکنید و بهش اتک بزنید، پوش وی میشه از شما. بیاید اینو بهتون نشون بدم. اینجا رو نگاه کنید، من با انتخاب سمت چپ اومدم روی این آلتی میکنم، بهش اتک میدم، جا به جا میشه که مطمئن باشه با سر جاشون وایستادن کسی نمیتونه فرار کنه. خیلی به نظر من چیز خفنیه. انتخاب سمت راستی هم میگه که اگر از انمی هیرو کسی اچ پیش کم باشه میتونید فعالش کنید و بهتون موومنت اسپید بده. حالا نمیدونم دقیقاً چه کار بودی داره. پسیو بونتی هانتر میگه که اگر کسی رو بکشید که یک کلینگ اسپیدی داره، مثلا تریپل کیو گرفته، نمیدونم رمپیجی گرفته، همچنین کسی رو بکشید یا اسیست بدید، 10% گل بیشتری میگیرید از مجموع گلی که بهتون میرسه. انتخاب سمت چپیتون اینجوریه که اگر شوری که مندزی تو مسیر حرکتش به همه دیباف میده، اسلو میکنه و دمیج میزنه. ولی انتخاب سمت راستش خیلی خفنه. میگه اگر با اتک و ابیلیتی و آیتم ها انمی رو تارگت بکنی، ازشون گلد میدوزدی. این لول مکس 16 تاست بچه، برید یه تپ آیتم یوزی بیارید، همه ابیلیتی هاتون رو با هم بزنید. چند تا ابیلیتی دارید؟ 3 تا ابیلیتی دارید که میتونید یوز بکنید. آره دیگه، 3 تا ابیلیتی دارید که میتونید یوز بکنید. 3 تا اینجا میگیرید، مثلا 6 تا آیتم یوزی هم بیارید، یه آیتم 7 تا مثلا نیچر هم بیارید، همینجوری گولد بکشید از این. مثلا دیگه نمیخواد فارم کنه، فقط برید گولد در بیارید. پسیوتون میگه که آلتیتون از همونی که بود میگفت اگر ابیلیتی بزنید بهتون اتک دمیج میده، حالا بهتون اتک اسپید میده. که با ابیلیتی سمت چپتون کار میکنه که در واقع اونه که بهتون میگه که اگر
بود بتون اتک دمج بده نمیده، حالا بهش بدون بهش اتک اسپید میده. اولیت سمت راستتون هم میگه که اون پسیوتون بود که میگفت از پشت اگر دمج بخورید خار پرت میکنه، حالا به جان که خار پرت بکنه همون مقدار لولی که ابیلیتی یکتون داره اونو ول میده. خیلی خفنی اگر با آرژیتون بتونید درست بازی کنید، از این میتونه میچ های خفنی در بیاد. پسیو برود مادر میگه که اگر کسی رو بکشید، حالا هر چیزی که هستش، یه بافی میگیرید که هیلتون میکنه. البته سمت چپتون میگه که اگر انمی رو وبتون باشه هلس ریژنش رو کم میکنه و خیلی هم زیاد نیست، 25%. و رسما یه کاری کرده که مطمئن باشه سمت راستی رو انتخاب میکنید، که میگه که اون ابیلیتی یکتون بود که بهتون اتک دمیج میداد، اتک دمیج میداد رو علاوه بر خودتون به اسپایدرهای دور و برتون هم میده. واو چقدر انتخاب بازی. سنتور خیلی عجیبه، اگر بازی تا ابد طول بکشه، یعنی هیچ کس نخواد هیچ کاری بکنه و فقط همین یونیت بزنن، اچ پی سنتور به بی‌نهایت میرسه، چون هر 120 ثانیه 40 تا اچ پی زیاد میشه، یعنی هر 2 دقیقه 40 تا بهتون اچ پی اضافه میشه، یعنی اگر نیم ساعت بازی کنید 15 تا 40 تا بهتون HP اضافه میشه. من نمیدونم چقدر میتونه تاثیرگذار باشه تو بازی، اینو دیگه برید خودت تو بازی کشف کنید. ابیلیتی سمت چپتون میگه که اگر بهتون دمیج بزنن دابل اجتون، ابیلیتی دوتون اگر اشتباه کنید برای یه لگ بیار جوری قاچ میزنه به انمی دمیجش بیشتر میشه. و ابیلیتی سمت راستتون میگه که هر چقدر استرنج داشته باشید وقتی آلتی بکنید نسبت به اون موومنت اسپید بیشتری میشه. پسیو کیوسنات همونیه که قبلا رو آلتیش بود، اون که هر بار که قرار باشه ایلوژنی تولید بکنید 50% شانس داره که یکی دیگه هم اضافه تولید کنید. ابیلیتی سمت چپتون میگه ایلوژناتون خارپوستر از این حرفان و هم کمتر دمیج میخورن هم قوی ترن وقتی که کنارتون باشن. و ابیلیتی سمت راستتون میگه که وقتی انمی رو ابیلیتی دوتون اونی که یارو رنج میگرفت میکرد تو خودش رو بزنید رو انمی، 50% چانس داره که بریکش کنه، دیزارمش کنه یا هیچ کاری نکنه. نکته بعدی اینه که اگر شن بازی میکنید کون لقتون چه نیرویی که تا خود ایمورتال ها نباید بازی بکنید، و اگر هیروهای این رده هستید اصلا چرا دارید ویدیوهای منو نگاه میکنید؟ شن هیروهای اون دور و بره نرید باش بازی کنید، و الان نرید این زیر کامنت بذارید بگید من شن پلیرم باش بازی رو ببینم، غلط نکنید، کمترین پیک ریت کل تاریخ دو تا دو اصلا بهتون یاد نمیدم، هیچ وقت هم راجع به هیرو شن صحبت نمیکنیم، پیس شت هیرو، یعنی هر بار شن تو تیم من پیک شده ما اون بازی رو باختیم. پسیو کلینز میگه که بچا اگر بمیره اسکلت سامن میگه اون اسکلت خارکستان دمیجشون خوبه. البته سمت چپتون میگه که اگر به کسی کیو بزنید، یعنی اتاکاتون کیوی شده ابیلیتی یکیتون روش باشه چی گفتم بزنید انمی بیشتر احتمالاً بهتون میس میده. و ابیلیتی ستون میگه که اگر روی کسی یوزش بکنید به سمتش یه حالت بلینکتوری پیدا میکنید، و همچنین کولان این دسپکتتون ابیلیتی ستون بود فکر کنم اون رو کم میکنه، بیاید بهتون نشون بدم به این صورت گرفتید تلپورت میشید کولانش هم کم میشه. نمیدونم چرا با کاربردی باشه، من با اون که ابیلیتی بیشتر حال دارم. پسیو کلاک ورک میگه که هر چقدر آرمور ببندید بیشتر دمیج میدید. ابیلیتی سمت چپتون میگه اگر آلتیتون رو به یار خودی بزنید کولانش ریفاند میشه، اسپایدرمن تو میتونید ببین این الایت اون الایتتون سویچ کنید. ابیلیتی سمت راستتون هم میگه اون کیجتون هست، ابیلیتی دومتون یه سری کوسو شر میاره دورتون، اون بزرگتره، ایریای بزرگتری رو کاور میده موقع که رسپان میشه. پسیو کریستال میدن میگه که هرچی مانا ریجنتون باید باشه 50% بیشتر. ابیلیتی سمت چپتون هم میگه پسیو سی ام رنج ابیلیتیاتون رو بیشتر میکنه و ایریا افکتشون رو هم بیشتر میکنه. و سمت راستی هم میگه که وقتی شما اسپل بزنید مانای علایتون پر میشه. برای دارکسیر میگه که مهم نیست اگیلیتی بیاری یا استرنج، اینتلیجنستون نمیتونه کمتر از اون باشه، یعنی اگر شما 1000 تا استرنج بیاری در نهایت اتوماتیک بهتون 1000 تا اینتلیجنس هم بهتون میده. و همینطور میگه که دارکسیر هر چقدر که اینتلیجنس داشته باشه همون قدم اتک اسپید میگیره، پس اگر اینتلیجنس کار بکنید انگار اگیلیتی کار کردید، بهتون اینتلیجنس میده استرنت بازی میکنید، بهتون اینتلیجنس میده که اون اینتلیجنس بهتون اتک اسپید میده. چه کثافتی شد. و از سمت راستتون هم میگه اگه کنامر انمی هیرو باشید سریع تر حرکت. یه نکته خیلی مهم راجع به دارک ویلو پسی بشه که میگه اگر آن تارگت بل بشید به هر علتی، یعنی مثلا داره راجع به سایکلون هم صحبت میکنه، یعنی داره راجع به ابیلیتی دوتون هم صحبت میکنه، 100% اچ پی ریجن و 100% مانو ریجن میگیرید. ابیلیتی سمت چپتون میگه اگر تو ابیلیتی دوتون باشید دمیج بیشتری میزنید، و ابیلیتی سمت راستتون میگه که ابیلیتی یکتون گلبولای بیشتری میکاره و دمیج بیشتری میزنه، سخت‌تر میشه ازش فرار کرد. یکی از خفن‌ترین پسیوهایی که اضافه شده پسیو دامبریکره، که میگه هر بار شب توی بازی بشه روز به مدت 5 ثانیه کل مپ براتون روشن میشه.
این خوراک مواقعی که انمی میخواد بره روشن از شب میشه صبح و کل من 5 ثانیه روشن میشه، خیلی خفن. و اگر هم جلوتون دام بریکر بود حواستون به تایم باشه دیگه، که موقعی که قرار روز بشه بلند نشید برید گنگش کنید، اصلا کسی رو تو تیمش گنگ بکنید. ابیلیتی سمت چپتون خیلی خفنه، میگه اگر به کسی اتک بزنید و پسیوتون که سیتونه بخوره به یارو، کولدان تمام ابیلیتیاتون کمتر میشه. ابیلیتی سمت راستتون میگه وقتی چکشش رو پرت میکنه رو اون فایرش الای هیل میشه و انمی دمیج میخوره تا زمانی که اون چکش رو زمین باشه. به نظر من دامبرکر خیلی تغییرات خفن کرده. پسیو دزل میگه که اگر ابیلیتی بزنید یه ویوی ازش در میاد، اگر به انمی بخوره آرمورشون رو کم میکنه، اگر به الای بخوره آرمورشون رو زیاد میکنه. ابیلیتی سمت چپش خیلی مهم شده، خیلی به نظر من چیز خفنی. میگه اگر کسی اچپیش پر باشه و شما بهش به هر روشی هیل بدید، به جای اینکه الکی هیل چرت و پرت بره تو دیوار، تبدیل به شیلد میشه و دورشنش هم 10 ثانیه. و ابیلیتی سمت راستش میگه که اگر اتک بزنی میتونی ابیلیتی کیوت رو رفرش کنی و دوباره رو انمی بزنی. ببخشید دیگه دارم سیگار میکشم، خیلی میدو طولانی میشه. دست پرافیت میگه که هر بار لول اپ بشید یه چوسه بهتون موومنت اسپید و کولدان ریداکشن. ابیلیتی سمت چپش میگه که اگر کسی رو سایلنت بکنید اسلو هم میشه. و مهمترین تغییری که کرده ابیلیتی سمت راستش اسپریت کالکتوره، که میگه اگر کسی رو بکشید other heroes death، مرگ بقیه هیرو، دفعه بعدی که آلتی میکنید آلتیتون رو قوی تر میکنه. پسیوی که به دیستراپتر دادن به نظر من خیلی خفنه، میگه هر 4 ثانیه یه بار اکتیو میشه و اگر بیشتر از 250 تا دمج بخورید تو رادیوس 400 تایی همه انمی رو هول میده عقب. 400 این خوراک مواقعیه که تو تیم انمی میلی هیرو زیاد دارن. و ابیلیتی سمت راستتون هم میگه که ابیلیتی ستون اونو که قفس میکشید دور انمی رو با ایمپاسیبل وال عوض میکنه، که میخوام بهتون الان نشون بدم یعنی چی. به این صورت کار میکنه بچه ها، میتونید تارگت کنید و یه دیوار اینطوری بکشید، انمی نمیتونه از توی این دیوار رد بشه و مجبوره بیاد دورش بزنه که بتونه رد بشه. پسیو دوم میگه که به هیروی که از دوم لولشون کمتر باشه 10% بیشتر دمیج بزنه. ابیلیتی سمت چپتون میگه که حالا میتونید دوتا یونیت رو دیواور بکنید و ابیلیتی ها هم یه لول آپتر میشن. ابیلیتی هایی که میدوزدید دیواور همون ابیلیتی بود که میتونستید کلیپ ها رو باش بکشید، یعنی جانگل ها رو باش بکشید. ابیلیتی سمت راستتون میگه که 15% بایبکتون گرونتره، ولی اگر آیتمی رو بفروشید 90% گولش رو برمیگرد. خوراکشه که آیتم هایی که میخواید رو بگیرید و تر وقت دیگه نخواستید بفروشید به جاش آیتم بگیرید. پسیو دراگون نایت بهتون اچ پی ریجن و آرمور میده و به جای دو مدل ابیلیتی 3 مدل ابیلیتی داره. اولی فایر دراگونه که میگه اتکاتون اسپلش میخوره، یعنی یه چیزی اینجور تپ میخوره باز میشه، و اگر روی الر دراگون باشید اون دراگون تاییه دمیجش بیشتر هم میشه. ابیلیتی وسطتون میگه که وقتی الر دراگون فرمتون رو باشید خیلی قوی تری بیشتر دمیج میزنه. برای مثال برستتون خیلی دمیج میزنه، 60% بیشتر دمیج میزنه. و سومی هم بهتون میگه که اتکاتون اسلو میکنه و اچ پی ریجنشون رو هم کمتر میکنه. اگر تو الدر دراگون فرمتون هم باشید باز این افکت قوی تره. در واقع اینطوری شده که بین 3 مدل دراگون باید یکی انتخاب بکنید، که من پیشنهادم اگر اتکر بازی میکنید سمت چپی، اگر تانک بازی میکنید وسطی، سمت راستیه واسه یه رنگ خیلی بالا. درو رنج پسیوش اینجوریه که خودتون 2% بیشتر اگیلیتی میگیرید، اگر هیرو رنجی هم کنارتون باشه 1% از اگیلیتی شما رو میگیره. البته سمت چپتون میگه که رو های گراند باشید و دمیج بزنید 20% بیشتر دمیج میزنید، که این یعنی که اگه قرار بود تلنت بازی کنید خیلی زود باید شاردتون رو بیارید. و ابیلیتی سمت راستتون میگه که وقتی که مولتی شات میزنید خیلی آروم میتونید حرکت کنید. اینو میخوام بهتون نشون بدم بچه‌ها، ابیلیتیش اینطوری شده. ولی برای سپیریت پسیوتون در واقع همون آلتیتونه، نمیدونم چه فرقی داره، شما اگر میدونید چه فرقی میکنه به من تو کامنت ها بگید. البته سمت چپتون میگه که اگر مگنتایزتون رو یوز بکنید ابیلیتی آخری آلتیتون رو یوز بکنید دمیجتون بیشتر میشه. البته سمت راستتون میگه به جای اینکه اون سنگایی که میکارید استک بشه، حالا 4 ثانیه کولان داره و اگر رول کنید توشون نمیشکن. کلا نرس اسپریت خیلی هیروی سختیه، خیلی هیروی پیچیده‌ایه. حواستون باشه اگر میخواد بازی کنید یه سری کمبو داره، بعد اینا رو یاد بگیرید. یه روز بهتون یاد
میدم. پسیو استرایکر همون پسیو 3 شه و ابیلیتی سمت چپش بهتون میگه که هر 10 لولی که بگیرید اون ایریایی که 3 تون کاور میکنه بیشتر میشه. و ابیلیتی سمت راستشو خودم خیلی دوست دارم، بیاد بریم بهتون نشون بدم یعنی چی. بچا ابیلیتی سمت راستتون اینطوری کار میکنه که اگر کسی رو با این ابیلیتی دو تون اتاکی که ابیلیتی دو تون بهتون میده رو بکشید، پرت میشه عقب و تو راه به همه دمیج میزنه. یه بار دیگه ببینید. خیلی باحاله. پسیو الدر تایتان همون ابیلیتی دو تونه و ابیلیتی سمت چپتون میگه که پسیوتون که سه تونه ماجیک رزیستنس و آرمور رو هم همینجوری به صورت اوورتایم از انیمی میگیره. ابیلیتی سمت راستتون میگه که بیس اتک اسپیدتون کم میشه ولی موومنت اسپید بهتون اتک اسپید هم میگه. این برای کری بازی کردنشه، اون یکی برای ساپورت بازی کرده میشه. پسیو امبر اسپریت همون ابیلیتی دو تونه. ابیلیتی سمت چپتون میگه که ابیلیتی دو تون هست روی یکی از تارگت ها یه بار بیشتر میخوره. این یعنی که باید این ابیلیتی رو روی یک نفر فقط یوز بکنید تا این کار بکنه درست اونجوری که میخواید کار بکنه. ابیلیتی سمت راستتون رو باید بهتون نشون بده. بچه ها ابیلیتی رو نگاه کنید، اینو نگاه کنید. من از این به بعد اگه بیام اینو بزنم هم من میزنم هم فایر رمننت هم میزنم. یعنی اگر اینو بندازم اینجا وقتی که خودم کیو میکنم و یکم یوز میکنم فایر رمننت ها هم کیو رو یوز میکنن. این خیلی خفن شده. انچنترس میگه که اگر نیچرال آیتم آیتم که از تو جنگل دراب میشن دراب بشن، اگر هنوز جای خالی واسه دراب کردنشون باشه یه دونه اضافه دراب. خیلی تاثیرگذار. البته سمت چپتون میگه اگر دمیج بخورید یه چیزی سامن میشه و شما رو هیل میده. و البته سمت راستتون میگه که اگر ابیلیتی دوتون رو رو کسی بزنید رنج اتاکاتون بهش بیشتر میشه. پسیوتون میگه علایی که نزدیکتون باشه 15% کمتر دمیج میخوره. اصلا شرط شروط به خصوص داره ولی گو میخوره. ابیلیتی سمت چپتون میگه تو رادیوس 600 تریتون اگر کسی تلاش بکنه از شما دور بشه یه مقداری اسلو میشه. و ابیلیتی سمت راستی رو باید بهتون نشون بده. این ابیلیتی میگه که اگر شما بیشتر از 350 تا دمیج بخورید یه چیزی ازتون سامن میشه. اینه، این ازتون سامن میشه. این چون کمتر اکسپی میگیرن و خب دمیج بزنن دیگه. نمیدونم چه کار بودی باید داشته باشه، شما ها به من بگید. و یکی از تغییرات خفن بازی مال فیسلس بوده به نظر من. پچ فیسلسه. اول پسیوتونه میگه توی ایریه 500 تای ابیلیتی ها و اتک هایی که دارن میان سمتتون 40% اسلو میشه. یعنی اتک رو هوا داره میاد سمتتون اسپیدش کم میشه. ابیلیتی سمت چپتون میگه که وقتی کیوتون یا ابیلیتی یکتون رو تایم باکتون رو یوز بکنید برای یه مدت دمیج میونیتی میگیرید. بخشید میگم دمیج میونیتی، دمیج نمیخورید. و البته سمت راستتون پرنوتون رو آلتیتون رو طور کلی تغییر میده و تبدیل میشه به اینی که علامتون نشون میده. بچه آلتیتون اول از دایره تبدیل میشه به مربع و حالا انمی میتونه تو شرکت بکنه، الای هم میتونه تو شرکت بکنه. تا شما بونس اتک اسپید میگیرید و همه چی توش اسلو میشه. این خیلی خفنه، این خیلی خیلی خفن. هچ پچ فیسلسه به نظر من، چه اینو بازی کنی چه اون یکی رو، به نظر من خیلی گفت کردید. پسیو گیم استوک اینجوری کار میکنه که اگر به کسی اتک بزنید برای 4 ثانیه از خودش رد دیجا میذاره. یعنی که اگر بخواد بره لای درف و قایم میشه شما میدونید کجا رفته. ابیلیتی سمت چپتون مثل سابق میشکنه ابیلیتی ستون، اونی که دورتون یه دایره میومد و خودتون به صورت دسته میتونید تعیین بکنید که کی بهتره که. و ابیلیتی سمت راستتون یکی از بهترین تغییرات این هیرو بوده. بهتون بشم صحنه رو داشتید بچه این رو نگاه. به نظر من خیلی خفنه، به نظر من خیلی تغییر خفنیه. یه حجم زیادی میتونید با این کار رو کنید. حتی اگر اینطوری کنید به نظر من خیلی تغییر خفنیه. پسیو جاروکوپتر میگه که شما بیشتر آیتما رو میتونید از هم دیگه باز بکنید. مهندسی دیگه، مهندسی معکوس. البته سمت چپتون بهتون میگه که اگر آلتیتون به کسی بخوره یک اکسپلوسیو دوم هم میاد روش.
خیلی به نظرم است خفنی. و عبریتی سمت راستتون میگه که هر بار که کیوتون یا عبریتی یکتون روشن باشه و اتکش بخوره به انمی بهتون موومنت اسپید، یعنی روشن میکنه میندازه دنبال حریف. پسیو هودوینگ میگه که شانس داره که یکی از اتک های انمی رو ریدایرکت کنه، جهتش تغییر بده به سمت یکی از درخت ها، یعنی ولی درخت ها فایت بدید. ابیلیتی سمت چپتون میگه که اگر ابیلیتی ستون سکوری اکتیو باشه بهتون بونوس اتک اسپید و کست رنج میده. و ابیلیتی سمت راستتون میگه که ابیلیتی یکتون میتونه به درخت ها هم باونس بکنه، نمیدونم چرا ولی خوب میکنه دیگه. و بالاخره بعد از قرن ها ما یک هیروی داریم در دوتا دو که مانا نداره، آقای و خانم ها هوسکا. پسیوتون میگه که شما مانا ندارید و آیتم ها و ابیلیتیاتون به جای مانا اچ پی تون رو مصرف میکنن. البته سمت چپتون میگه که آلتیتون انمی رو اسلو میکنه و دوروبریاش رو هم همینطور. و البته سمت راستتون میگه که رو هر کسی که آلتی بکنید الا یونیت دوروبرش رو هیل. نمیدونم چرا باید یکی اینو بگیره. بچه این ورکر یکی از خفن ترین تغییرات این پچه که میگه که وقتی یه یونیت رو دینای میکنید 15% اکسپیشن میگیرید. دو تا حالت هم میتونید بازی کنید. سمت چپی نسبت به اوربی که انتخاب کردید به شما دمج آورد هم اتک اسپید و اتک دمج میده. سمت راستیش به شما به خاطر بیزه هر اوربی که انتخاب کردید و نوع اوربی که انتخاب کردید بهتون لایف استیل مومنت دیل موومنت اسپید و اسپل امپلیفیکیشن. سمت راستی و چپی پلی استایل های متفاوتی رو میطلبند. سمت چپی بیشتر بیلدش اتکریه، بلاثون و اینا میارید. سمت راستی بیشتر به نظر من بیشتر میجشه. حالا اگر عزیزان با لایف استایلش تونستن کاری بکنن دیگه خور پلیری اوناست. حسیب آیو میگه که وقتی که میخواید واچر رو بگیرید یک ثانیه کمتر زمان میبره و رنج ویژنشون 300 تا هم بیشتره. واچر اون گیلبیلی هستن تو مپ میتونید بگیریدشون. ابیلیتی سمت چپتون میگه که اگر با کسی لینک باشید و ابیلیتی اوورشارژتون رو یوز بکنید بهش اتک اسپید و اسپل امپلیفیکیشن میدید. ابیلیتی سمت راستتون میگه که اگر به کسی متصل باشید و اوورشارژتون یا ابیلیتی سیتون رو یوز بکنید بهش آرمور و ماجیک رزیست. سمت راستی واسه وقتی که قرار ساپورت یک تانک باشید، سمت چپی واسه وقتی که قرار ساپورت یک اتکر باشید. خیلی تفاوتمون. جاکی رو اینطوری شده پسیوش که میگه هر بار که به یکی قرار اتک بزنه سر تو کله شلیک میکنه ولی خب هر بار دمیجش 50% کمتر. شما به من بگید. و اول بازی میتونید انتخاب بکنید که با لیکوید فایرتون بازی کنید یا لیکوید فراستتون. لیکوید فایر همون ابیلیتی سه سابقتون بود که اکسپلوسیوی پرت میکرد میخورد به انمی و دمج اوور تایم میداد و لیکوید فراستتون هم اینطوریه که به انمی میزدید و اسلو میشد و از دمج ابیلیتی دیگه تون هم بیشتر دمج میخورد و هر کدوم انتخاب بکنید آقا نیم شاردتون بهتون اون یکی رو میده. جاگرنات پسیوش میگه به انمی که سافت چشاش داره نگاه میکنه 10% بیشتر دمج میزنه، به کسی هم که آلچیش رو روش یوز میکنه اومنی اسلشش رو یوز میکنه هم باز 10% بیشتر دمج. ابیلیتی سمت چپتون میگه بلید دنستون اونی که میچرخه چانس داره که نسبت به لول خود ابیلیتی کریتیکال دمیج بزنه. و ابیلیتی سمت راستتون میگه اگر دمیج نخورید موومنت اسپید و اگیلیتی میگیرید. پسیو کیپر اف دی لایت میگه که هیروهای خودی 15% کلا موناشون بیشتره. ابیلیتی سمت چپ رو اگر بگیرید سولار بلایند اونی که از بالا نور میخورد تو سر انمی اسلو میشده. اگر ابیلیتی سمت راستتون رو بگیرید ریکال اونی که اگر الای هیرو دمیج نمیخورد تپی میشد روتون. پسیو کونکو در واقع همون ابیلیتی دوشه. ابیلیتی سمت چپتون هم میگه بذار هر هیرویی که با کلیوتون ابیلیتی دوتون بهش دمج بزنید پولان اتک بعدیتون با این تاید بیلینگره کمتر میشه. ابیلیتی سمت راستتون میگه که اگر ایکستون کسی رو برگردونه هیروهای خودی اون دمیج ریداکشن یا اون دمیج دیلی که آلتیتون میده رو هم میگیرن. ولی این سمت چپیه خیلی چیز خفنیه، میخوام بهتون نشون بدم دارم میجبش صحبت. اوکی بذارید براتون یک توضیح ریز بدم. یعنی از این به بعد اکو یکی از آیتم های خیلی مهم کونکا شده. اکو سیویر بسه آبگیرهی داشتم بکنم. بچه این آیتم هایی که با کونکا میارید دیگه من چیز زیاد و گزافی که نیاوردم، درسته؟ اینطوری کار میکنید که یکو یوز میکنید، شیشو یوز میکنید، اینو میزنید و میاد اینجا. کونکا پلیر ها به شتابن، خیلی چیز خفنی شده. تا زمانی که اتک کلیوتون به هر پنج تایی رو میخوره رسما کولان نداره و حتی اکو هم روش کار میکنه. نگاه پشماتون بریزه، کونکا خیلی
شده. پسیو لیژن کامندر همون پسیویه که ستون بهتون میده. البته سمت چپتون میگه که اگر اوورهلمینگ آد این ابیلیتی کیوتون رو بزنید بهتون دمیج میده، میگم دمیج میده، شیلد میده. و ابیلیتی سمت راستتون بهتون میگه که اگر دویلی رو وین بگیرید، چه شما وین بگیرید چه انمی، به کسانی که در این دوئل کمک کردن توی اون تیم وینر یه مقداری بونس دمیج میده. مقدارش زیاد نیست ولی خب به حال. پسیو اشتراک میگه که هرچی اینتلیجنستون بیشتر باشه مقدار ایویتون بیشتره. البته سمت چپتون میگه اتکاتون ماناتون رو پر میکنن. جالبیه. سمت راستیتون هم میگه اگر ابیلیتی دوتون رو روشن بکنید اکسپلوژن ریتش رو بیشتر میکنه اما دیگه به ساختمون ها و استراکچر ها دمیج نمیزن. با سمت چپیش میتونید بهتر بازی کنید تو رنگ های پایین و با سمت راستیش تو رنگ های بالا بهتر میتونید کار در بیارید. بچه لیچ رو کوبیدن از اول دادن بیرون و لیچ نمیتونه پس به صورت پسیو مانو ریجن داشته باشه، دیگه نمیتونه مانو ریجن پسیو داشته باشه، ولی اگر یونیتی یا اینمی هیروی دوروبرش بمیره یه درصدی از ماناش پر میشه. پس به جای اینکه مانا ریجن با لیچ ببندید باید مقدار مانا باهاش ببندید. و بچه ابیلیتی سمت چپیتون میگه اگر آلتیتون به کسی بخوره و اون کسی نزدیک اینمی نباشه که بونس بشه روش، اون ابیلیتی آلتیتون به مدت اولش 2.5 ثانیه بعد به مدت 4.5 ثانیه رو یارو میمونه و اگر به الای هیروی دوباره نزدیک بشه یا به اون چینتون آقا نیم شاردتون نزدیک بشه دوباره باونس میشه. این واسه کسایی که میرینن تو بازی خیلی خوبه. و ابیلیتی سمت راستیتون میگه که اگر کسی رو با چین فراستتون یعنی آلتیتون یا اون شیلد فراستتون بکشید یا زیر افکت اون بمیره مقدار دوریشن این دوتا ابیلیتی همون لحظه بیشتر میشه. کلن لیچ خیلی گیروی خفنی شده به نظرم. پسیو لایف استیلر به اسم فیست به زای هر اتکی که میزنید بهتون اچ پی میده. و سمت چپتون میگه اگر یونیتی رو بکشید به زای هر یونیتی که کشید بهتون دوتا اچ پی ریجن میده. به نظر من خیلی چرته. و ابیلیتی سمت راستتون میگه اون ریجتون بود بهتون ایمیونیتیتون ماجیک میداد، تغییر میکنه به یه ابیلیتی دیگه، خودشو دیسپل میکنه و حتی در برابر استان هم میتونه مقاومت بکنه. پسیو لینا همون پسیویه که ابیلیتی سش بهش میده. ابیلیتی سمت چپتون میگه که اگر به کسی آلتی بزنید بلافاصله مکس استک فیری سول میشید و کار در بیارید. و ابیلیتی سمت راستش که به نظر من خیلی مقدارش زیاده میگه تمام ابیلیتی شما یه دمج اوورتایمی هم داره. و اما آقام لاین، یعنی لاین رو فوق‌العاده کردن بچه. میگه لاین هر بار که رسپان بشه 20% دیباف دوریشن میگیره، یعنی اگر اسپلی روش بندازید 20% زودتر تموم میشه و 20% اسپل امپلیفیکیشن میگیره برای 90 ثانیه. خوراک مواقعی که لاین میمیره تیپی میکنه تو فایت دوباره. به نظر ما خیلی سخفن. و ابیلیتی سمت چپ شما همون در واقع پسیو سیتون بود که برداشتن شده، مانا درینتون اینطوری شده که 100% مقدار مانایی که استور میکنه رو دمیج میزنه. و سمت راستیتون اینطوری شده که میگه لاین اگر روی کسی فینگر آف دستش رو یوز بکنه بعد از این به مدت 20 ثانیه لاین تبدیل میشه به یه هیروی میلی و اتکاش بونس دمیج میزنه و اگر با اون اتکا بتونه کسی رو بگیره هم باز اتک که فینگر آف دستش یعنی مقدار دمیج آلتیش یه دونه استک بگیره. خیلی خفن شده. پسیو لندرویت همون ابیلیتی کیوش رسمن. ابیلیتی سمت چپتون شما و خرستون و آرمورتو بیشتر میکنه، دمیجتون رو بیشتر میکنه. و ابیلیتی سمت راستتون میگه ترو فرمتون آلتیتون به جای اینکه شما رو تبدیل بکنه خرستون رو تبدیل. و یکی از خفن ترین تغییراتی که دوباره اتفاق افتاده روی لونا. اولا پسیوش میگه که توی شب 20% کاست رنجت بیشتر میشه. البته سمت چپتون میگه که روتیتینگ لیبتون دمج ابزورب داره که اصلا شما اصلا با این کاری ندارید، چون البته سمت راستتون فیلم سوپر ترین چیزیه که به بازی اضافه شد. بریم بهتون نشون بدم. هر باری که کیوی شما یا آلتی شما دمج بزنه بهتون دمیج میده. الان 254 تا اکسترا دمیج دارم، یه بار میخوره میشه 282 تا. بچه این خیلی مسخره است. هر بار که آلتی شما دمیج بزنه بهتون 28 تا اتک اضافه میده. این خیلی زیاده. یه بار دیگه نگاه کنید 282 تا رو. 180 تا 126 تا اتک اضافه. یعنی یه دیواین و خورده ای دارید. خیلیه این بچه. لایکن هم از اونجا که هیرو آشغالیه من اینو هیچ وقت بهتون یاد نمیدم، ولی صرفا بدونید که به
پسیوش میگه که به نیچر کلیپو 2% بیشتر دمیج میزنه. البته سمت چپش میگه که اگر خودتون یا یونیتاتون کسی رو بکشن باعث میشن که شیپ شیفت شما دوریشنش بیشتر بشه. و البته سمت راستتون میگه که ولفاتون این دفعه وقتی که سامن میشن دمیج نمیخورن ولی به لایکن اچ پی میدن و اتک دمیج. من آقا این هیرو رو دوست ندارم. و پسیو مگنوس میگه که شما 50% از فورسد موومنت ها کمتر اذیت میشید. یعنی اگر انیمی شما رو فورس بکنه، فورس استف رو تون یوز بکنه به جای اینکه انقدر هول بداده بشه دقیقا انقدر هول میدتتون اقل. ابیلیتی سمت چپتون میگه که اگر موقعی که انیمی رو برداشتید با ابیلیتی ستون دارید جابجا میکنید بکوبیدش به درخت و لبه در و دیوار دمیج بیشتری میخوره. و سمت راستیه رو نمیدونم چرا کسی باید بگیره ولی میگه به جای اینکه همه انیمی رو جمع کنه یه جا همه انیمی رو از شما دور. پسیو مرسی بچه‌ها خیلی بامزه است. میگه که تمام کوریرهای بازی 3 تا لولشون بیشتره و یه دونه مقدار اتکی که باید بخورن واسه اینکه کشته بشن بیشتر بشه. ابیلیتی سمت چپتون میگه که سایت کیکتون ابیلیتی 3تون به الای لایف استیر میده مثل سابق و اگر نزدیکش باشه قوی تره. و بادیگاردتون میگه که اگر به الای هیرو اگر روی الای هیرو باشه و بهش اتک بخوره اون اتک رو پروتکت ازش. پسیو مارسی میگه که هیروهایی که تو رنج 2000 تایتون هستن اچ پی ریجن بیشتری میگیرن 25%. البته سمت چپتون میگه که اگر انمی رو توی آلتیتون بکشید بهتون اچ پی مانا و اتک دمیج میده. و البته سمت راستتون میگه که اگر روی انمی آلتی بکنید و انمی توی اون ایریا باشه انمی که بیرون ایریا نمیتونه ببینه اون تو چه خبره، براش تاریکه حتی اگر وارد بکاره. پسیو مدوسا همون پسیو سشه. ابیلیتی سمت چپتون میگه که به مدوسا اون ماری که ویل میدید ابیلیتی دوتون به مدوسا وقتی برمیگرده اتک دمیج میزنه میده نمیزنه میده. و ابیلیتی سمت راستتون میگه که ماناتون رو میگیره یه مقداری چون میکنه مانا کم کردن و بهتون اتک اسپید. میپو پسیوش میگه که موقعی که میخواد تو آیتم نیچرها چیزی رو انتخاب بکنید بینش مثلا یه سری آپشن میذاره جلوتون همیشه یه دونه اضافه تر میتونید داشته باشید انتخاباتتون رو. یعنی اگر واسه هم مثلا 5 تا آپشن 4 تا آپشنه واسه شما 6 تا یه دونه بیشتر. ابیلیتی سمت چپتون میگه که یه ذره زودتر میپوتون رو میگیرید و ایلوژنتون رو و یه دونه هم بیشتر میگیرید. این بد نیست ولی سمت راست خیلی خفن تره. میگه تمام میپوها میتونن توی آیتم نیچرشون جای آیتم جنگلی که میذارن یه دونه آیتم به دلخواه خودشون بذارن. خیلی خفن. پسیو میرانا میگه اون لوتوسا هست دور و بر اون حوزه در میاد روش 20% اثر بیشتری میذاره. و البته سمت چپتون میگه که وقتی آلتیتون رو یوز بکنید الای هیرو هم اینویزیبل میشه هم موومنت اسپید میگیره. و البته سمت راستتون میگه وقتی آلتیتون رو یوز بکنید اتک اسپید و دمیج اوور تایم میده به الای. پسیو مانکی که این همون میسچیفیه که داره و تبدیل به موز و در و دیوار و کوریر و درخت و اینجور چیزا میتونید بشید. البته سمت چپتون میگه که اگر از ایریاتون از اون ایری آلتیتون خارج بشید و از زیر سسانیه برگردید همچنان اون ایریا هستش و نمیپره. البته سمت راستتون میگه تا زمانی که اچ پی مانکی کینگ فوله این پریدن از این درخت به اون درختش کولانی نداره. بچه پسیو مفله میگه که 100% استاتی که قراره بگه یه چیز قراره بهتون مثلا 10 تا یه استاتی رو بده شما 100% بیشتر رو میگیرید. ولی خب تو لیول ها به جای اینکه یه دونه بگیرید اون استات رو نصفشون. و آپشناتون هم ای بی بی و فلوه. سمت چپی میگه پریماری اتریبیوتتون اگیلیتیه، سمت راست میگه پریماری اتریبیوتتون استرنج نسبت به پلی استایلتون انتخاب بکنید. پسیو مورتا میگه که بچه ها چه اتریال بشید چه اتریال کسی رو کرده باشید تمام اتکاتون رو میتونید بزنید، میتونید به یورو اتک بزنید و تمام این دمیج ها مجیکال هم. البته سمت چپتون میگه که اگر تو اون محوطه که ابیلیتی دوتون اون روحا رو انداختید کسی بمیره اون روحا و محوطه قوی تر میشن. و البته سمت راستتون به نظر من یه ذره زیادی فیلم سوپره. میتونید یه چیزی یه جای بکارید که به جای اینکه تو بیس رسپان بشید اونجا رسپان بشید. خوراک بکدور کرد. خوراک این خایمالای بکدوریه. ناگاسایرن پسیوش اینجوریه که به ازای هر ناگاسایرن دیگه که دور برش باشه 6% داج میگیره. ریپتایدتون ابیلیتی سمت چپ همون ریپتایدی که قبلا داشته تا 6 تا اتک خودش و ایلوژنش با هم یه دمیجی به دوروبری ها میزنن. و اگر سمت راستیو بگیرید یه چیزیه که ناگاسایرن اکتیو میکنه و به انمی های دوروبرش دمیج میزنه و استاتوس رزیستنسشون هم هم میشه هم خودش هم میشه. پسیو نشه پروفیت میگه که بذار در و درختایی که چه حالا کنترل میکنه چه نمیکنه دور و برش بهش دمیج بیشتری میدن، یعنی
باید تو در باید تو درخت ها و یونیت های کنترلیتون بازی بکنید و حالا بهش توانایی ساپورتینگ هم داده شده. اگر ابیلیتی که تمام که درخت میکاره دور و انمی یا حالا یار خودی رو بزنید روی یار خودی الهی رو هیل میشه، و اگر راستی رو بگیرید اون ابیلیتی که درخت رو تبدیل میکنه به یونیت به جای اینکه یه عالم درخت تولید بکنه یه دونه درخت هم چیکات کلفت سامه میکنه. پسیو نکروفوس میگه بذار هر کلی که بگیرید ایریا و محوطه ایریاتون بیشتر میشه، البته سمت چپیتون علاوه بر ابیلیتیاتون به آیتماتون هم بونس ریدیوس میده بذار هر کلی که میگیرید، و گوست چراتون اون ابیلیتی که نسبت به اتک دست ایمیون میشدید علاوه بر اینکه اون کار قبلیشون میکنه به شما از نمی موومنت اسپید هم میده و این موومنت اسپید رو از انمی هیرو میدوزده، یعنی از اونا میگیره میده به شما خوراک بیخواهی هست. پسیو نایت استاکر میگه تو شب اچ پی ریجنتون 40% بیشتره، توی صبح 20% کمتره. البته سمت چپتون میگه که اگر ابیلیتی یکتون رو بندازید روی کسی همون ویژنی که اون داره رو به الهیروش نمیتونه بده، یعنی اگر توی جانگل شماست و شما روش وید بندازید الهیرو دیگه نمیتونه ببینتش و خب اون استمج میزنه وقتی که دیده نشه، و اگر راستی رو بگیرید میگه بازی تو شب شروع میشه و شبها هم طولانی تره. و بچه ها اگر تو انمی هیروی اینویزیبل میبینید نیکز اساسین بکشید، چون نیکز اساسین میتونه هیروهای اینویزیبل دورورش رو تو 400 یونیتی تو فاصله 400 تاییش دیتکت کنه. البته سمت چپش میگه اتک های شما و آیتم هایی که رو انمی یوز میکنید ماناشون رو میگیره ازشون ماناشون خوش میکنه، و ابیلیتی سمت راستتون میگه که وقتی که آلتی میکنید به مدت 10 ثانیه هم هیست میگیرید هم آن استاپبل میشید، یعنی نمیتونن اسلوتون کنن. پسیو اوگر مجرای همون پسیویه که داشتش قبلا، اینتلیجنس نمیتونید بگیرید و مانا و مانا ریجنش از استرنجش میگیره. ابیلیتی سمت چپتون میگه که 0.05% بزه هر استرنجی که دارید به مولتیکست شانسش اضافه میشه، و ابیلیتی سمت راستتون میگه شما بازی رو لول 1 تون که شروع میکنید نمیتونید ابیلیتی رو بگیرید، ولی وقتی که لول 2 بشید میتونید 3 تا ابیلیتی بگیرید. پسیو اومنینات میگه بزه هر نیم ثانیه که توی آلتیتون باشید 1% دمیجتون اضافه میشه. ابیلیتی سمت راستتون میگه که اگر ابیلیتیتون به نمی دمیج بزنه به صورت اوورتایم شما رو هیل میکنه، و من به سمت چپش رو درست نفهمیدم. میگه که اگر اومنینایت توی دیگن آوراش باشه دمیج بیشتری به انمی هیرو میزنه. من نفهمیدم اینو، شما واسه من تو کامنت تو توضیح بدید، بچه‌ها ممکنه من جایی توی این توضیحات هم اشتباه بکنم، تو قسمت کامنت ها حتما تصحیح بکنید. به هر حال ساعت 6 صبح نمیدونم دیده میشه اینا 6 صبح من مغزم ممکنه نکشه. بچه‌ها پسیو اوراکل خیلی باحاله، میگه به الهیرو میگه که رون بعدی اون اینویزیبل و دابل دمیج ریجن میگه که بالا سامن میشه یا پایین. البته سمت چپتون میگه که بذار هر هیرو لولتون یعنی لول 30 اگر بشید 15% بهتون اسپل امپلیفیکیشن میده، و بذار هر لول بهتون 0.5% اسپل امپلیفیکیشن میده. و البته سمت راستتون میگه که مقدار هیلی که میدید بذار هر لولتون 1% بیشتر میشه، یعنی لول 30 30% هیل امپلیفیکیشن میده. پسیو آتورد دیسترویر میگه که به ازای هر اینتلیجنستون 2 تا مانا میگیرید، یعنی خوراکش بیفته جلو ایم، یعنی خوراکش بیفته جلو ایم یک جوری ایم پارش بکنه. ابیلیتی سمت چپتون میگه وقتی پسیوتون بهتون مانا ریجن بده، پسیو خود ابیلیتیتون بهتون ماناتون رو برگردونه، به صورت موقت مکسیموم ماناتون رو هم بیشتر میکنه. این یعنی اینکه باید کیوتون رو از یه جایی به بعد بذارید روشن بمونه. و ابیلیتی سمت راستتون میگه که اگر ابیلیتی دوتون و آلتیتون به کسی خورده باشه هر بار که ابیلیتی بزنن آتورد رو هیل میکنن. نظر من ابیلیتی خفنی نیست، ابیلیتی سمت چپی خیلی خفن تره، البته اگر جو بتونه ایم نیست. پسیو پنگولیر بچه خیلی عجیبه، میگه که انیمی های دورور شما اگر ابیلیتی یا چیزی دارن که شانسی کار میکنه، اگر پنگولیر توی رنج 1200 تایشون باشه اون مقدار شانسی 40% کمتره. خوراکش بگیری جلو اوگه، هیچ وقت مولتی گست نزن. ابیلیتی سمت چپتون میگه که پنگولیر با ابیلیتی دوشونی که شیلد کرشه میپره اینور اونور دابل جامپ میزنه و خب طبیعتا شیلد بیشتری میگیره. ابیلیتی سمت راستتون میگه که دوریشن یا تایم آلتیتون که قل میخوره کم میشه، ولی هم سریعتر میتونه حرکت کنه هم سریعتر میتونه بچرخه. پسیو فانتوم اساسین میگه که شما بازی رو با 15% داج شروع میکنید و بذار هر لولی هم که بگیرید 0.5% به این داج اضافه میشه، یعنی که اگر فانتوم اساسین جلوتونه کری های انمی یا خودتون اگر حالا تو انمی خودتون اگر
توی تیم خودتون انمی باید سریع به فکر مانکی کینگ بار باشه. ابیلیتی سمت چپتون میگه که وقتی بلر یا ابیلیتی ستون رو یوز میکنید، اتک دادن شما رو از حالت اینویزش در نمیاره و مانا کاستتون هم کم میشه، چه موقعی که تو بلاری چه یکم بعد از بلارتون. در واقع همون چیزی که قبلا بود. ابیلیتی سمت راستتون میگه هر 6 تا اتکی که میزنید یکیش قطعا کریت میخوره، آخر 6مش قطعا کریت میخوره و اگر به یه هیرو دارید اتک میزنید هر 4 تاش قطعا کریت میخوره. نمیدونم چرا انقدر اصرارش فانتوم اساس نرف کنن. پسیو فانتوم لنسر همون پسیو ابیلیتی 3 شه و ابیلیتی سمت چپتون میگه که ایلوژنتون یه دونه بیشتر سامون میشه و با همون مقداریه که خود فانتوم لنسرش میشه. و ابیلیتی سمت راستتون میگه که آلتیتون به صورت رندوم رو نیر با یونیت یه دونه ایلوژن سامون میکنه ولی نمیتونه اون ایلوژن رو کنترل بکنه. پسیو فینیکس میگه که یه پسیو اولا استکیه و به هر ابیلیتی که به نمی میزنید 2% بهشون میس چانس. ابیلیتی سمت چپتون میگه که 6% مقدار میسینگ هلستون رو به عنوان ماجیک دمیج به تمام هیروها و انمی دور و برتون تو رنج 450 تایی میزنه. یعنی اگر اچ پی تون زیاده و اچ پی تون شده 10%، 6% مثلا اون 3000 تا اچ پی که از دست دادید رو که عدد نسبتا زیادی میشه به عنوان ماجیک دمیج به هیروهای دور و بر و یونیتای دور و بر دمیج میزنه. و ابیلیتی سمت راست شما میگه که ابیلیتی ستون سانریتون یا همون لیزر تو اون نوک اتکش مقدار دمیج بیشتری میزنه. پسیو پرایمال بیست میگه که به استراکچر ها 40% کلا بیشتر دمیج میزنه، خیلی خفن. ابیلیتی سمت چپتون میگه که ابیلیتی دوتون ترامپلتون به خودتون و دور و بریاتون مومنت اسپید میده و ابیلیتی سمت راستیتون میگه که وقتی که اکتیوش بکنید آپرورار شما 10% اریا افکت بیشتری داره بیزه هر استک. 5 تا استک میتونستید بگید پس میشه 50%. و بچه پوک رو خیلی تغییرات خفنی دادن. میگه اگر به هر علتی بتونید یه اتک یا ابیلیتی رو داج بدید 2% ماکسیموم مانا و 2% ماکسیموم اچ پی تون رو برمیگردونه و اگر اون یه ابیلیتی تارگتیه 3 برابر میشه، یعنی 6% میشه. حالا چه دگر کنید مثلا داج بدید، چه اینویز بکنید، چه فیس شیفت بکنید، خیلی خفنه. ابیلیتی سمت چپتون میگه که ابیلیتی دوتون میتونه انمی رو پوش بده یا بکشه سمت خود، هول بده یا بکشه سمت خودش. و ابیلیتی سمت راستتون میگه که کیوی شما حالا کنترل میشه و جهتشون میتونید تغییر بدید. بذارید اونو بهتون نشون بدم. اینو نگاه. به این صورته که به جای اینکه کلیک بکنید و اینجوری عادی بره، کلیک میکنید جهتش رو تغییر میدید و میتونید برید اونجا به همین راحتی. به همین قفنی، خیلی رو از همه عربیتی قفنی شده. بچه ها پسیو پاش همون پسیویه که میتشیلدش بهش میداد. ابیلیتی سمت چپ شما میگه یه رو کسی آلتی بکنید بهتون بونوس استرنت میده و ابیلیتی سمت راستتون میگه که هرچی از فاصله دورتری کسی رو هوش بکنید مقدار دمیجش هم بیشتر میشه. ولی خب اون رنج کمه، اگر تو رنج کم بزنید دمیج خیلی کمتر از چیزیه که بهش عادت دارید. و اما پوگناک از خفن ترین تغییرات بازی میگه میتونه آیتم و ابیلیتی هاشو زمانی که داره چیزی رو چنل میکنه استفاده بکنه. یعنی وقتی آلتیتون رو به کسی زدید و دارید ازش اچ می میکشید همزمان میتونید ابیلیتی یکتون رو بزنید، همزمان میتونید شیوازتون یوز بکنید. ابیلیتی سمت چپتون میگه که واردتون نسبت به اینکه چقدر دمیج زده به پوگنا مانا و اچ پی میده و ابیلیتی سمت راستتون میگه بذار هر تاوری که پوگنا دیستروی کرده باشه یا دیستروی شده باشه 1.5% بهش اسپل امپلیفیکیشن میده. این خیلی خفن. کوین آف پین پسیوش میگه که تو رنج 1200 تایی اگر کسی بهش دمیج بزنه، اسپل دمیج بزنه، 10% اون دمیج رو برمیگردونه به خود یارو. ابیلیتی سمت چپش میگه بذار که هر چقدر انمی اونجا باشه شما مقدار اسپل لایف استیل میگیرید. و ابیلیتی سمت راستش اسمش مازوخیسمه، میگه شما بونوس اسپل امپلیفیکیشن دارید که مقدارش 15% ولی 22% هر دمیجی که بزنید برمیگرده نگیرید، خودتون میکشید با اون سمت چپی بازی بکنید. پسیو ریزور میگه که بذار هر لولی که بگیرید بهتون 1% مومنت اسپید میده. ابیلیتی سمت چپتون میگه که اگر استورم سرچ همون پسیو ستون اکتیو بشه به تمام یونیت های دور و بر دمیج میزنه. ابیلیتی سمت راستتون میگه که ریزور به ازای هر 20 تا اتک دمیجی که داره 1% اسپل امپلیفیکیشن میگیره. یعنی از انمی که اتک دمیج زیادی داره شروع میکنی
دمج کشیدن، هم دمج اونو کم میکنی، هم به خودت اضافه کردی، هم اسپل امپلیفیکیشن میگیری، یه دونه کیو میزنی یعنی جر میخوره. پس چوری که خیلی فرق خاصی نکرده، بک استبش همون پسیوش همون پسیویه که رو آلتیش قبلا داشتیم، از پشت به انمی بزنه انمی سوراخ میشه و این بونسش را از رو اگیلیتیش میگیره. ابیلیتی سمت چپش میگه که اگر کسی رو بکشه یا توش اسیست بگیره یا تو کیلش اسیست بگیره مقدار ایکس پی بیشتری رو میگیره و میگه ابیلیتی ستون تریک اف تراتون که دایره میشد اگر به نان هیرو یونیت دمج بزنه مقدار اگیلیتی که بونس میشه روش 3 برابر. با سمت راستی بازی نکن، با سمت چپی بازی کن، خیلی ساده تر. پسیو روبیک بچه‌ها میگه بذار هر 1% اسپل امپلیفیکیشنی که بیاری بهش 1% هم اتک دمیج میده و 0.5% هم بهش مجیک رزیستنس میده. ابیلیتی سمت چپش میگه ابیلیتی هایی که میدوزدید ماناکاست کمتری دارن. ابیلیتی سمت راست رو نفهمیدم، میگه ابیلیتی زدن شما کست کردن اسپل باعث میشه ایریا افکت ابیلیتی های مرتبط بیشتر بشه. حالا شما تو کامنت ها میتونید به من بگید یعنی چی. پسیو سند کینگ چیز خیلی خاصی نیست، همونیه که قبلا داشت وقتی اتک میداد کسی میمورد اکسپلوسیف منفجر میشد و دمج میزد. ابیلیتی سمت چپ اون استورم شما اون شنی که میکردید رو هم رنجش رو بیشتر میکنه، همون تو اینویزیبلید کماف سابه. و ابیلیتی سمت راستتون میگه که میتونید موقع موف دادن سند استورمتون رو یوز بکنید، با شما حرکت میکنه. اگر کیو هم بزنون که میره تو زمین در میاد سیخ میکنه هم باز با شما حرکت میکنه. برای خوب شما مثلا چپی بازی بکنید. پسیو شادو دیمن میگه که اتکای شما 2% امپلیفای دمیج دیباف اد میکنه رو انمی که استک میشه برای 8 ثانیه. ابیلیتی سمت چپ شما میگه که ابیلیتی 2 تون به صورت موقت مقداری 1% از اچ پی طرف رو ریموو میکنه، همون قدی که زمانش. ولی این ابیلیتی رو رها کنید، ابیلیتی سمت راست رو بگیرید، چون میگه که اگر دروورش هیروی بمیره از اون هیروی ایلوژن میگیره. خیلی خفن، حالا چه خودی باشه چه انمی. پسیو شادوفان همون پسیوی که قبلا داشته، یعنی یونیت که میکشید مقدار دمیجتون زیاد میشه، اگر بمیرید 1% از اون دمیج رو از دست میدید و هر بار که انمی هیروی رو باهاش بکشید یه دونه به مکسیموم دمیجی که اضافه، یه دونه به مکسیموم روحی که میتونید بگیرید که دمیجش رو زیاد بکنه هم اضافه میشه. ابیلیتی سمت چپ شما میگه پرزنس آف دی دارک لورد، این ابیلیتیه که اتک میزنید کار میکنه و آرمور انمی رو کم میکنه. وقتی که کسی رو دور و برش بکشید حالا آرمور بیشتری رو کم میکنه. اینو رها کنید. این سمت راستی خیلی خفن شده، میگه شادو ریز این ابیلیتی هست، میتونید تو رنج کلوزوم مید و لانگ بزنید انمی رو، حالا اسلو هم خیلی خفن شده. و شاید شما یکی از تغییرات خفن بازیه. پسیوش میگه که اگر یه دمیج فاتال بخورید، یعنی دمیجی بخورید که شما رو میکشه، به جای اینکه بمیرید شما رو با اچ پی 1 زنده نگه داره و به شما هم یه استرانگ دیسپل میده و برای کمتر از 1 ثانیه، یعنی 75 صدام ثانیه، شما هیچ دمیجی نمیخورید. خیلی خفن شد. البته سمت چپ شما میگه که میتونید یار خودی رو هگز بکنید، اون که ایکس میشه ولی تمام دیباف های دیگه که روش داره کنسل میشه. و البته سمت راستتون میگه که میتونید به جای اون آلتیتون یه دونه سرپنت خرکی سامن کنید که 10 برابر دمیجش و 7.5 برابر مقدار اچ پیش. خودتون میدونید میخواد به کدوم بازی کنید، خیلی خفنه. بذارید فقط این سرپنت رو بهتون نشون بدم، مسیف سرپنت رو یه دونه اینجوری سامن میکنید، خیلی گنده و گولاخه، دمیجش هم زیاده ها. 461 دمیج شد، نظرم خیلی خفن. دوتا از اینا با رفرشر بزنید چه حالی بود. پسیو سایلنسر میگه که اگر سایلنسر کسی رو بکشه دوتا پرمننت اینتلیجنس میگیره. این خیلی عجیبه، چون اگر اسیست بگیره نمیگیره، به نظرم خیلی عجیبه، چون نوشته if silencer kill زنه نمیگیره، نه نوشته kill or assist. ابیلیتی سمت چپ شما میگه خود سایلنسر قرار نیست سایلنس بشه، خیلی باله این قضیه بالاخره. و ابیلیتی سمت راستتون میگه دفعه اولی که گلوبال سایلنستون رو یوز بکنید وقتی تموم میشه دوباره روی یونیت میافته. نمیدونم یعنی چی، نمیتونم بفهمم چی. برید تست خواهی دارید برید تست. بچه اسکارس میگه پسیوش اینجوری کار میکنه، بذار هر باری که میسیک فلرتون رو بگیرید به شما 20% 30% 40% و 50% اسپل لایف استیل میده. البته سمت چپتون میگه وقتی به کسی ماجیک دمیج بزنید بهتون بریر میده که ماجیک هم نمیخوره اون بریره، یعنی فیزیکال رو میخورید، که اینو نمیخواد بگیرید. میرید ابیلیتی سمت راست رو میگیرید
که میگه اسکار رسمش اگر به انیمی هیرو ماجیکال دمیج بزنه، اسپل دمیج بزنه، کولدان ابیلیتی هاش کمتر میشه. پسیو اسلاردار همون ابیلیتیه که قبلا داشته، میگه که چه توی اون حوزی باشه که خودش میکاره، چه توی اون حالت زیر آبی باشه که خودش انجام میده، چه توی ریور باشه، بونس اسپید و هلس ریجنریشن و اتک دمیج و آرمور. ابیلیتی سمت چپتون به که اسمش هم لگ دیه روز پایه که داداشمون باشگاه میره، میگه که شما اگر قرار باشه که اون موومنت اسپیدی که حالا یکتون میده چه ریور بهتون میده روتون تاثیر بذاره، اسلو رزیستنسش، موومنت اسپید، چه چیزی که هستش، تون حالت بیشتره. چقدر؟ 8%. ابیلیتی سمت راستتون میگه اگر رو کسی آلتی رو بندازید بیزه 40% آرموری که کم کردید آرمور میگیرید. پسیوی که اسلاک داره همون پسیوی که قبلا داشت، اگر انمی هیرو نبینتش موومنت اسپید میگیره و اچ پی ریجن خرکه میگیره. ابیلیتی سمت چپتون میگه اگر به کسی پانس کنیم که میپره و بخوره به اینمی، یه چند تام بهتون از استک اسنس شیفت یا همون پسیو سیتون میده. البته سمت راستش هم من نفهمیدم، شما اگر تونستید کامنت رو توضیح بدید. اسنپ های پسیوش میگه که اگر به هر علتی اتکی رو میس بده یا ابیلیتیش میس بخوره، دو تا راکت ازش شلیک میشه و میره به سمت نزدیکترین اینمی. که خب این در واقع ابیلیتی سمت چپش هم ریکوچت 2ه و میگه که اسنف های 25% بیشتر دمیج میزنه اوتو اتکاش، اما 25% هم شانس داره که گلنسینگ شات بشه و 50% دمیج رو بزنه. ابیلیتی سمت راستتون هم میگه که ابیلیتی یکتون رنجش بیشتره، سر توضیح اضافه داده ولی واقعا کار نمیکنه، من تست کردم نمیدونم چرا. پسیو اسنایپر بهتون میگه که بذار هر باری که آلتیتون یا اساسینیتتون رو بگیرید 100 تا 200 و 400 تا اتک رنج بهتون میده. ابیلیتی سمت چپتون میگه که اگر ابیلیتی ستون رو یوز بکنید از تو فاگاوار، از تو تاریکی، اگر به انمی دمیج بزنید، انمی تو اون مدت شما رو نمیتونه ببینه، ولی خب از اونجا که هول داده میشه عقب میتونه تشخیص بده تخمین شما کجاست، پس بلا استفاده است. ابیلیتی سمت راستتون میگه شارپن شما هم بیشتر استو میکنه، بیشتر دمیج میزنه، ولی مقدار زمانی که میمونه کمتره. بچه با این بازی کنید بازم خیلی. بچه پسیو اسپکتر رو من درست نفهمیدم، میگه که اسپکتر و ایلوژناش به صورت دائمی فیزن، حالا نمیدونم یعنی چی فیز کردن. البته سمت چپ شما که اسمش فورسیکنه، تقریبا همون چیزی که قبلا داشتید، میگه ابیلیتی دزولیت شما، اونی که بهتون بونس دمیج میداد، بخش از دمیجش رو به انمی میزنه، همینطور اسپکترال دگر ابیلیتی یکتون همین رو اکتیو میکنه. و ابیلیتی سمت راستتون میگه ریالیتی آلسو کست اسپکترال دگر آن دی تارگت اند هاز دیکریزد کولدان، میگه اون ایلوژنی که میسازید میتونستید جاش رو با جاتون رو باهاش عوض بکنید، اون هم یه اسپرک دگر به انمی میزنه و کولدانش رو کم میکنه. پسیو اسپریت بریکر میگه که کسی که در تیم شما از همه لول و اکسپش کمتر باشه 50% اکسپریانس بیشتری دریافت میکنه، اون حساب خودشه. البته سمت چپتون میگه که شارژ اف دارکنس، همونی که شارژ میکردید میرفتید میخوردید به انمی، البته کیوتون وقتی که تموم میشه میخوردید به انمی، همچنان بونوس موومنت اسپید رو دارید. و البته سمت راستتون میگه اگر به کسی آلتیتون رو بزنید و اون نفر توسط الای موومنت کنترل، یعنی مثلا مثل فورس استاف جابجا بشه، حالا بیشتر هم جابجا میشه. پسیو استورم اسپریت در واقع همون بلاد استون خیلی قدیمیه که دارید، شارژ میشه، بذار هر کیری که میگیری 0.2 مانا ریجنریشن بهتون میده و سه تا شارژ رو از دست میده اگر بمیرید. اگر آلتیتون رو هم لول اپ بکنید 5 تا رو بونس شارژش میاد. با استورم اسپریت نباید بمیرید، اتفاقیه که باید بیفته. ابیلیتی سمت چپتون میگه که اگر کسی رو این یارو الکتریک ورتکستون رو بهش بزنید، ابیلیتی 2 تون رو بهش بزنید، اوورشارژ میشید و فعال میشه اگر اون به شما اتک بزنه. دمیج. ابیلیتی سمت راستتون میگه استاتیک رمننتتون، اونی که وقتی که آلتی میکنید یا ابیلیتی میزنید یه چیزی ازتون جا میمونه، اون حرکت میکنه میره میخوره به انمی و دمیج میزنه. حالا حرکت میکنه سرجش وای نمیست. پسیو اسفن میگه که به انمی که استان شده باشه 15% بیشتر دمیج میزنه. ابیلیتی سمت چپتون میگه پسیو 3 تون به شما فیزیکال دمیج بریر میده، جورو هیرویی که فیزیکالن این رو بکشید و خیلی جوابه. و ابیلیتی سمت راستتون میگه که بیس دمیجتون رو کم میکنه، ولی هر چقدر استرنث بیارید بالا، استرنث به قول موید استرنث نه استرنث بیارید بالا،
اتک دمجتون هم بیشتر میشه. پسیو تیچیز میگه که یه دونه تابلو میکاره، اعلام میکنه که داداش اینجا ماین کاشته شده و ماین هایی که دورور این تابلو هستن رو نمیتونید شما بتره کنید. مثل یه سرسری که با ساتون صحبت کرده بودم، سه تا ابیلیتی واسه انتخاب دارید. البته سمت چپتون میگه بذار هر اتک اسپیدی که بیارید یه دونه اتک رنج میگیرید. ابیلیتی وسطتون میگه که اون ابیلیتی ستون بلاست آف هست میپره رو انمی، هم دمجش به انمی بیشتر میشه هم به شما. و ابیلیتی است و ابیلیتی سمت راست شما میگه ابیلیتی که تو بک بکتونتون سه تا آیتمی که اون پایین میذارید رو مثل آیتم های معمولی میتونید ازشون استفاده کنید. یعنی تچس میتونه 9 تا آیتم داشته باشه. بچا تمپلر اساسونو خیلی تغییر دادن و محیط هم خیلی ناراحت از این قضیه. پسیویتون که همون پسیو پی اس آی بلیدتون همون پسیویه که روی ابیلیتی سیتون است. ابیلیتی سمت چپتون میگه انمی که توسط این پی اس آی اون که اتک میزنید به پشتیش هم دمیج میخورد، دمیج بخوره اسلو میشه و میگه رفلکتورتون اون شیلی که میگیرید به هر باری که دمیج میخورید بهتون شارژ میشه. یعنی اگر برید وسط یه عالم انمی یه تپه بهتون دمیج بزنن، اون مقدار شیلی که بهتون بونس اتکی دمیج میزنه هم زیاد میشه دوباره. یعنی شما هی اتک میزنه، یعنی شما اتک میزنه، هی شما بونس اتک دمیجی که دارید بیشتر میشه، شیلتون میپره، بونس اتک دمیجش بیشتر میشه. ولی مشکل اینجاست که بونس دمیجش رو ظاهرا کم کردن و محیط اصلا از این قضیه خوشحال نیست. محیط که دوستمه که من تمام مدت با اون دو تا بازی میکنم. پسیو ترور بلید میگه که ایلوژنای تحت کنترلتون که نزدیکتون ان دمیجشون بیشتر میشه، اگر ازتون دور بشن دمیجشون کمتر میشه. ابیلیتی سمت چپتون میگه که مینی هلز ترش هولی نیاز نیست که بتونید ساندرو، یعنی رو هر کسی که دلتون بخواد میتونید ساندر بکنید با هر مقداری. و ابیلیتی سمت راستتون میگه که کانجر ایمیجتون ابیلیتی دوتون ایلوژنه که سامان میکنه همیشه فول اچ پی ان، ولی همیشه این مقداری هم مانا کاست، میگم مانا کاست، اچ پی کاست دارن، هلس کاست دارن. پسیو تایت هانتر همون پسیو قبلیشه که میگه که از این مقداری که بیشتر دمیج بخوره یا همه دیبافا که روشه میپره. ابیلیتی سمت چپتون میگه کراکن شل، اگر ابیلیتی ستون آن کرسمشتون کسی رو بکشه به مقدار کراکن شلی که بهتون داده میشه به صورت پرمننت اضافه میشه. ابیلیتی سمت راستتون میگه هر بار که تایت هانتر لول اپ بشه هم بزرگتر میشه، هم مقدار استاتایی که باید به زهر لول اپ بگیره بیشتر میشن. به نظر من سمت چپی خفن تر. حسیب تیمبرسا میگه که هر بار که درختی رو قطع میکنید به زهر درخت 3 4 5 و 6 تا مانا میگیرید. ابیلیتی سمت چپش رو باید بهتون نشون بدم. قبلا اینطوری بود که ابیلیتیتون رو میذارید از اینجا میخورد به این درخت و میرفت روش، ولی الان که میزنید وقتی میخوره یه سری خار ازش پرت میشه به اطراف. البته سمت راستتون یه چیزی بوده که قبلا داشتید، بهتون چرخنده اضافه میشه و دمیجش هم کیوره و میتونید استفاده بکنید دیگه. و احمقانه ترین پسیوی که دادن مال تینکره که میگه به ازای هر چهار تا اینتلیجنسی که دارید بهتون 1% آیتم کولدان ریداکشن میده. آیتم کولدان ریداکشن اینا مصیر رفرشر داره. خدا رو شکر ابیلیتی مارک آف ماشین به تینکر برگشته و دوباره به جای اون موشکایی که میرفت میخورد به انمی و به نظر من یوسلس بودن، حالا ماش برگشته و شما میتونید تو شعر بازی بکنید. و ابیلیتی سمت چپتون هم میگه که اگر الای هیرو روی این ماش رباتی باشه هیل میشه. و ابیلیتی سمت راستتون میگه که اگر دیفنسیو میتریکستون اون شیلدی که میگرفتید به صورت کامل ابزورب بشه، یعنی انقدر دمیج بزنن که تموم بشه، به صورت رندوم توی دایرکشنی که جلوتونه بلینک میشید. خیلی خفنه، خیلی خفنه، ولی خب ریپر باتس به نظر من قابل بهتری دارن. پسیو تاینی میگه که اگر کسی به تاینی اتک بزنه اتکش مقدار اتک دمیجش کمتر میشه. ابیلیتی سمت چپتون میگه اگر انمی رو با ابیلیتی دوتون پرت کنید بخوره به جای هم اسلو میشه هم بونس دمیج میزنه. و ابیلیتی سمت راستتون میگه به ازای استراتی که میارید موی دهنه تو سرویس که این تلفظ رو انداختی تو دهنه من اسلو رزیستنس و استاتوس بهتون میده. پسیو تینیت پروتکتور میگه که وقتی که لای درخت باشید و 3 ثانیه دمیج نخورده باشید میتونید لای درخت رو با آزادانه حرکت بکنید، با آزادگی حرکت بکنید، چی گفتم، آزادانه حرکت بکنید و 12% هم مومنت اسپید دارید توی مدت. ابیلیتی سمت چپتون بهتون بزه هر هیرو لولتون 5 تا بیس اتک دمیج میده، نمیدونم کاربردش واسه ساپورت چیه. و ابیلیتی سمت راستتون میگه که ابیلیتی دوتون که لیسیده اون که میزنید به انمی و برمیگرده به خودتون بهتون توانایی میده که درخت بکاره بزنید، درخت کاریه 15 اسفنده هر وقت تریانس پروتکتور بازی کنید. پسیو ترول واردورد همون پسیوی که ابیلیتی یکش بهش میده. ابیلیتی سمت چپتون میگه ابیلیتی فرور همون پسیوی که دارید میگه که بهتون اتک اسپید میده و استکی میشه، به ازای هر استکش به شما آرمور میده
میلی فور که خب ولش میکنید میریزیدش دور و عبلیت سمت راست رو میگیرید که میگه وقتی آلتی بکنید به الا هیروتون 30% اتک اسپید بونس میده. تاسک پسیو داره که میگه تو رنج 350 اتک اسپید تمام انمی‌ها رو کمتر میکنه. عبلیت سمت چپ شما اسمش تک تیمه که همون عبلیتی خودتونه که دارید و وقتی اکتیوش میکنید از شما بونس دمیج میخورن از اتکاتون. به جای میتونید ابیلیتی سمت راست رو انتخاب کنید و با رفیقتون بشینید عرق خوری که شما و علایتون رو یهو میاره نزدیک همدیگه و به جفتتون بونس مومنت اسپید و اتک دمیج میزنه. میده. نمیزنه. میده. خستم. پسیو آندرلورد همون پسیویه که ابیلیتی سش بهش میده و ابیلیتی سمت چپش میگه که اگر شما از این پسیو بونس اتک دمیج داشته باشید حالا اتکاتون تام کلیو میخوره. به نظر من خیلی ابیلیتی خفنی. و ابیلیتی سمت راستتون میگه آلتیتون رو که بکارید هم جو رندوم از توش یونیت میاد بیرون که یونیتش خیلی خاصی نیستن. پسیو آندرینگ ابیلیتی که 480 ثانیه کولدانشه و هر 480 ثانیه وقتی که بمیره بلا فاصله رسپان میشه و بازی رو هم در حالتی شروع میکنه که این ابیلیتی تو کولدان، یعنی اولین باری که میتونید این حالت رو ازش استفاده بکنید وقتی که 480 ثانیه از شروع بازی گذشته. ابیلیتی سمت چپتون میگه وقتی آلتی کرده باشه و ترانسفورم کرده باشه هر اتکی که میزنید یه دونه زامبی سامن میکنه. ابیلیتی سمت راستتون هم میگه که اگر به کسی سول ریپتون اونی که از دور اوری میکشه میده به یه نفر رو روی الهی رو کست بکنید 10% به مقدار کل استرنتی که شما تا الان جمع کردید رو به الهی رو. ورسای پسیو داره که میگه 1.5% کارت اچ پیش رو به دمیجش اضافه میکنه. البته سمت چپتون میگه که اگر آلتی بکنید و به کسی دمیج بزنید ورسا بونس اتک دمیج میگیره، دمیجش بیشتر میشه. و البته سمت راستتون میگه که اگر رو کسی دیباف بندازید 20% بیشتر طول میکشه. ونچفول اسپیریت یه پسیوی داره که میگه اگر کسی اونو بکشه تا دفعه بعدی که اون هیرویی که کشتتش بمیره یه دیبافی میگیره که ونچفول اسپیریت بهش 10% بیشتر میزن. بی ناموس کینه شطوری. البته سمت چپ شما خیلی خفن شده، میگه به ازای هر کلیپی که تارگتتون کشته باشه 0.75 دمیج به دمیجش اضافه میشه. یعنی خوراک هیروهاییه که فارمرم میافتن میرن فارم میکنن میزنی ترک میخوره یارو. و ابیلیتی سمت راست ونچفول میگه که رنج اتک های ونچفول اسپیریت طوری باشون برخورد میشه که انگار میلی اتکن. یعنی چی؟ یعنی شما برید واسه ونچفول اسپیریت بشر بیارید. قابل توجه اون دوستمون که اصرار داره رو هیروهای رنج بشر بیاره، برو ونچفول بازی کن با ابیلیتی سول استرایکش. پسیو ونومنسر همون ابیلیتی دوشه. ابیلیتی سمت چپ شما میگه که آلتیتون دو بار میخوره و ابیلیتی سمت راست شما میگه واردهای شما میتونن بچسبن به الهی رو. بچه ها تو وایپه خیلی تغییر خاصی اتفاق نیفتاده. تو سمت چپی رو اگر بگیرید دمیج بیشتری میزنید، سمت راستی رو اگر بگیرید پروسیو اسکین شما که فازه که اگر دمیج بخورید یا نمی دمیج میخوره اثرگذاری بیشتری داره، نسبت بیلدتون میتونه متفاوت باشه. پسیو وید اسپریت میگه ایشون 33% از تمام اتریبیوت هایی که میگیرید رو بیشتر میگیره. یعنی اگر قرار مثلا یه آیتم بیارید که 100 تا از همه اتریبیوت ها بهتون بده، به جای 100 تا 133 تا از هر کدومش بهتون میده. ابیلیتی سمت چپ شما میگه ابیلیتی 3 شما رزونانت والس شما بهتون آل دمیج برگیر میده مثل سابق که بود. و ابیلیتی سمت راست شما میگه اگر به اینمی ماجیک دمیج بزنید فیزیکال دمیج برگیر میگیرید، ماجیک دمیج بزنید فیزیک دمیج نمیخورید. پسیو وارلوک میگه که اگر دیبافی ابیلیتی کسوشیلی چیزی به اینمی یونیت زده باشید و بمیره یه این پزش در میاد برای 15 ثانیه میره میخوره به اینمی و میتره. ابیلیتی سمت چپ شما میگه به ازای هلس و مانو ریجنریشنی که دارید آلتی شما برنینگ دمیج، اون دمیج رو تایمی که میزنه بیشتر میشه. ابیلیتی سمت راست شما یه آیتم در واقع که به شما داده میشه که به ازای هر کیلی که میگیرید یه بار شارژ میشه و وقتی یوزش بکنید بهتون XP میده. پسیو ویور در واقع همون جمینیت اتکی که داشته. ابیلیتی سمت چپ شما میگه که وقتی اینگیز بکنید ابیلیتی دوتون رو یوز بکنید و بخورید به انمی، انمی رو اسلو میکنید و میتونید از توشون رد بشید. و ابیلیتی سمت راستش رو خیلی دوست دارم، میگه وقتی که سوارم بیتلز ابیلیتی یک ویور به کسی دمیج بزنه ویور اکسپریانس میگیره. بید وسط یه تپه یونیتین رو بزنید اکسپریانس. بچه ویل نینجا که از تغییرات خفنه بازیه. اولا پسیوش میگه که ایشون نمیتونه سپیدش کمتر از 240 باشه و میتونه تا 600 هم بره.
البته سمت چپ شما، البته بدی نیست، میگه که شما ابیلیتی ستون ویند رانتون بهتون بونس موومنت اسپید میده به خودتون و علایتون و و ابیلیتی سمت راستتون اسمش ویرل وینده. آلتی من بچه ها این شکلی شده، ایویه به جای اینکه به یک تارگت دمیج بزنه به همه دوروبری ها دمیج بزنه، خیلی خفن. پسیو وینتر ویورن بچه ها میگه که اگر کسی از تیم شما بره اون اکس بیرون رو برداره، این اکس بی شیر میشه بین شما و ست اسیرهایی که برش نداشتن. عبیت سمت چپ وینتر ویورن هم میگه که وقتی کسی رو هیل بدی ماناش رو هم پر میکنی. عبیت سمت راست شما میگه که وقتی بیشتر از 400 تا اتک رنج بگیری به شما بونس دمیج میده. بچه پسیو ویچ داکتر بهتون یه آیتم میده که نمیتونید بندازیدش دور، نمیتونید بندازید تو بک بکتون و وقتی بمیرید مقدار گلدی که از دست دادید توش ریستور میشه و وقتی یوز بکنید 100%ش برمیگرده که به مرور زمان همین گلدی که اون توی زیاد میشه. بچه ها توی انتخاب ابیلیتی شما سه تا انتخاب دارید. ابیلیتی سمت چپ شما میگه که پارالایزینگ کسک شما، ابیلیتی یکیتون که میخورد بانس میکنه بین تارگت ها دمیج بیشتری میزنه. ابیلیتی دوی شما میگه وودو فستریشنتون که هیل میداد دیگه هیل نمیده و به انمی رو دمیج میزنه. جفت این ابیلیتی ها به نظر من چرتن، چون با انتخاب ابیلیتی کلیف دس آلتی شما یا همون دسوارد شما حالا به دوتا تارگیت دمیج میزنه و فیلم سوپره، فیلم سوپر همینو بگیم. پسیو رسکینگ بهش لایف استیل میده. ابیلیتی سمت چپ رسکینگ کماف سابق مثل ابیلیتی قدیمش اسکلتون سامن میکنه و ابیلیتی سمت راست رسکینگ اینجوریه که به کسی که دمیج بزنه چند ثانیه بعد دوباره دمیج میخوره و زیادم هست این دمیج، خیلی خفنه. و در نهایت میرسیم به زئوس. پسیو شما میگه که استاتیک فیلد شما به انمی دوروور دمیج بیشتری میزنه که خب همین انتخابیه که تو ابیلیتی سمت چپ دارید، ولی دیوان رمپیج شما رو من خیلی دوست دارم. میگه زمانی که آلتیتون کسی رو بکشه به بقیه انمی ها دمیج بیشتری میزنه و آلتیتون هم یه تغییری میکنه تو این حالت، اینطوری که اول به کمترین اچ پی کمترین اچ پی از انمی هیروها دمیج میزنه، بعد به کسی که نسبت به اون در جایگاه دوم قرار داره از نظر اچ پی کمتر، و اینطوری که اگر مثلا یه هیرو دارید انمی دارید 5%، هیرو 10%، هیرو 30%، هیرو 40%، هیرو 50% و یه بار آلتی بکنید ممکنه همشون رو بکشید. و بچه این تغییراتی بود که توی بازی اتفاق افتاد. رکورد این ویدیو 2 ساعت و 43 دقیقه زمان گرفت از من. من ساعت چند شروع کردم نمیدونم، الان ساعت 7:06 دقیقه است. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید و به دردتون خورده باشه. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. ببخشید اگر جایی اشتباه کردم، اشتباهاتمو در بخش کامنت حتما به من گوش زد بکنید. از کسی که این اشتباهات رو به من گوش زد بکنه تشکر ویژه به من خواهد آمد. دوستتون دارم. خیلی زود مراقب خودتون باشید. فعلا خدافظ.